پرزیدنت دونالد ترامپ در اولین مرحله از سفرش به آسیا با نخست وزیر ژاپن در توکیو دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در جمع نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی آمریکا در ژاپن، کره شمالی را رژیمی خواند که مردم آن کشور را در مسیر فلاکت قرار داده است. پرزیدنت دونالد ترامپ امروز در توییتی نوشت: اقتصاد پر رونق آمریکا او را در موقعیت فوق‌العاده‌ای برای مذاکرات در سفر 12 روزه‌اش در آسیا قرار می‌دهد. مهدی آرامی و جزئیات بیشتر در این باره. پرزیدنت ترامپ می‌خواهد کشورهای آسیایی فشار بیشتری برای منزوی ساختن کره شمالی وارد کنند. آقای ترامپ ضمن تقدیر از نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن گفت کره شمالی و دیگر رژیم‌های سرکوبگر نباید آمریکا را دست کم بگیرند. هیچ کس، هیچ دیکتاتوری، هیچ رژیمی و هیچ کشوری هرگز نباید قاطعیت آمریکایی‌ها را دست کم بگیرند. هر از چند گاهی در گذشته آنها ما را دست کم گرفتند و نتیجه برایشان مطلوب نبود. پرزیدنت ترامپ گفت آمریکا هرگز در دفاع از مردمش، آزادیش و پرچم پر افتخارش کوتاه نخواهد آمد. تاریخ بارها ثابت کرده است که راه مستبدان راهی مستمر به سوی فلاکت مردم، رنج و بردگی است. اما مسیر کشورهای قوی و مردم آزاد که به ارزش‌ها و آینده خود اطمینان دارند، راهی اثبات شده به سمت صلح و شکوفایی است. رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی برای نظامیان آمریکا در پایگاه هوایی یوکوتا به کلوپ گلف سایتاما در نزدیکی توکیو که 3 سال دیگر میزبان مسابقات گلف جهانی خواهد بود پرواز کرد و از سوی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مورد استقبال قرار گرفت. رهبران دو کشور دو کلاه سفید را به هم یادگاری دادند که بر روی آنها نوشته شده است دونالد و شینزو اتحاد جهانی را حتی قوی تر می کنند. پس از صرف نهار پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر آبه به همراه ماتسویاما گلف باز مشهور ژاپنی گلف بازی کردند. یک مقام ارشد در کاخ سفید گفت ترامپ و آبه هنگام بازی گلف کمی درباره کره شمالی حرف زدند و قرار است گفتگو در این باره را ادامه دهند. پرزیدنت ترامپ قبل از مراسم شام در توکیو گفت سرگرم تبادل نظر درباره بسیاری از مسائل از جمله کره شمالی با آقای آبه است و بر روابط مستحکم واشنگتن و توکیو تاکید گذاشت. پرزیدنت ترامپ در آغاز سخنرانی برای نظامیان گفت مردم آمریکا برای مردم ژاپن، فرهنگشان، تاریخ افتخارآمیزشان و روحیه قویشان احترام قائلند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.